بردیا افشین گزارشگر ما از محل برگزاری این نشست همراه ماست. بردیا، سخنرانان مهم روز پایانی نشست سران تا به حال چه گفتن؟ دقایقی پیش کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سخنرانی کرد. او گفتش که 2 سال پیش وقتی جو بایدن در این نشست‌های اقلیمی سازمان ملل متحد حاضر شده بود، از این گفتش که آمریکا میخواد دوباره نقشی رهبری کننده داشته باشه در مبارزه جامعه جهانی با بحران تغییرات اقلیمی. و حالا او تأکید کرد کامالا هریس با وجود اینکه جو بایدن به اینجا نیامده، خیلی انتظارش رو داشتن، دولت جو بایدن، ایالات متحده آمریکا همچنان به تعهداتش پایبنده و همچنان میخواد نقشی رهبری کننده داشته باشه، به خصوص نقشی رهبری کننده در سازوکار مالی برای مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی. همون وعده‌ای که خودت بهش اشاره کردی، وعده چشمگیری برای صندوق سبز، صندوق مهم برای کمک به کشورهای در حال توسعه به حساب میاد که چجوری اونا خودشون رو انطباق بدن با وضع موجود در پی تغییرات اقلیمی و با بحران‌هایی که تغییرات اقلیمی برای اونها رقم زده، و در این حال کمک کنن که مهار کنن بحران‌های تغییرات اقلیمی رو. این رقم چشمگیری بود. اما به غیر از سخنرانی کامالا هریس، باید گفتش که 2 رهبر کشورهای گروه 7 هم امروز سخنرانی داشتن. تا این لحظه سخنرانی اونها مورد توجه کشورهای در حال توسعه میتونه قرار بگیره، چون میخوام ببینن که چه وعده های تازه تری اون رهبران کشورهای قدرتمند و دموکراتیک میدن و چقدر میتونه عملگرایانه باشه. و به نظر میرسه که اونها الان صحبت از عملگرایی میزنن. مثلا جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، که خیلی ها او رو یک سیاستمدار راست افراطی میخونن، با وجود تاکیدش بر این بود که میپذیره که تغییرات اقلیمی بحرانهایی رو به وجود آورده و او خواسته که میدونه که از او به عنوان یکی از رهبران جهان خواسته شده که عملگرا باشن، و او هم گفته که باید عملگرا بود. اقداماتی ملموس رو کرد به دور از افراطی گرایی. از سوی دیگه ما شاهد این بودیم که صدر اعظم آلمان اولاف شولتز، که بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب میشه، او هم از این گفتش که همچنان امیدها برای حفظ اون هدف اصلی وجود داره، نگه داشتن میانگین گرمایش زمین تا پایان قرن جاری نسبت به دوران پیشا صنعتی شدن در 1.5 درجه. و او هم از این گفتش که این وعده اصلی اینجا باید عملی بشه، 3 برابر کردن انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2030 و همینطور بهینه‌سازی مصرف سوخت به شکلی 2 برابر تا اون سال. متشکرم از توضیحاتت بردیا افشین، از محل برگزاری نشست تغییرات اقلیمی در دبی همراه ما بودیم.